داشتم راه میرفتم طرف های سن ژرمن دی پرس میده، این مجسمه دیدم واقعا، یعنی گنگ زدم به هرچی هنره واقعا. بابا آهن و پیشگوشتی و نمیدونم آرماتور بتون و اینا رو به هم چسبوندن، حتما به خاطر این بهشون پول دادن. حالا اگه ایران بود یه پول کامل هم میباس میدادی که اینو ببری تخلیه کنی. واقعا اصلا این دنیای کارل لاگرفیلد و اینا اصلا خیلی دنیای عجیبیه، هیچ قشنگی دیگه نداره، فقط توش خشونته. اینجا این ماشه رفتو قبلا برای اوپرا کفش درست میکرد، بعد شروع کرد کفشای روزمره درست کردن و واقعا موفق شد. ببینید چه کفشای قشنگیه و حدس میزنم چون که کفشای اوپرا درست میکرده این کفشا باید راحت باشه، برای اینکه اوپرا شما بازی کنین باید کفشتون راحت باشه. بونجور. مثلا این رو راحت باشه. اینجا مغازه تازه به دار رسیده هاست. فکر کنین شما 33,600 یورو باید بدین، یعنی حقوق یه عمر یه کارگر، که به همسایه‌تون بگین من آدم مهمیم. حالا اگه برین یه کتاب بخونین مثل کتاب شازده کوچولو 4 کلمه‌ش یاد بگیرین، میتونین پوز سوادتونو بدین، لازم نیست پوز پولتونو بدین. پولو همه دارن، فکر نکنین. حالا ممکنه تو دنیا گدامدا زیاد باشه، ولی پول کاغذه. یه ها میبینی انقدر پول گیرید میاد مفت مسلم. اینجا خیابون سن ژرمنه، اینم اون کلیسای معروف جلوی کافه دوماگو. این دوماگو رو ایرونی ها شنیدن، خیلی علاقه دارن بیان بگن که ما مهمیم میریم دوماگو. نمیدونم چرا این دوماگو. زمان قدیم ژان پل سارتر و اینا میمدن، اون برش هم کافه دو فلوره، اونم معروفه. حالا چیز توفهی هم نیست، غذای توفهی هم نداره. میگم جهان سوم همیشه دنبال پوز دادن هم. دنبال اصل مطلب نیستن، دنبال ظاهر مطلب هم. حالا من بهتون یه چیزی بگم، اینجا یه برسکی بهش میگم به فرانسه، یه برسکی هست به نام برسکی لیپ. تمام سیاست مدارهای پاریس میگن این تو، برای اینکه هم ارزونه، برای اینکه پارلمان اون تهه، میان این تو، هم ارزونه هم خوشمزه هم سنتی. من داخلی شده من شسته من ارزون میکنم، خیلی مرزونی و خوبه، ولی قضای درجیه. مردم چند پاچه داره، نمیدونم دیگ میذاره، آب گوش داره، سیب زمینی خوشمزه داره. باید هست کنه Grazie, ma c'è già una radina. Poi pronto. Noi siamo qua. C'è a voi. اینم غذای منه، فقط هم مال منه، خودم میخورم، به کسی هم نمیدم. اینم کیتام با دل همه بسوزه. اینم سوسشه. اینجا همون کافه ایست که بهتون گفتم دو مردو. یه موقعی ژان پل سارتر رو اینا میمدن اینجا معروف شده. حالا جالبه جهان سومیا نمیشه این قهوه میخورن که بگم ما هم مثل ژان پل سارتر. خیلی واقعا جهان سوم
دنیای عجیبیه، همه چی تو تظاهر و دروغ و خالی بندیه. خیلی جالبه برام. سن یه دنیای خیلی عجیبیه جهان سوم. برای همینی که پیشرفت نمیکنه جهان سوم. ببین این شیرینی رو ببینید خانم داره میده. ببین چه حظیه. سن می خوای؟ Oui monsieur. C'est bon. اینجا حیات موزه لوور، اونم پیرامید حیات لوور که زیرش مغازه و رستوران و اینه. در واقع ورودی موزه لوور اونه. اینم موزه لوور. لوور قبلا کاخ پادشاه‌های فرانسه بوده. خیلی قشنگه. من بچه بودم می‌رفتم موزه لوور برای اینکه تابلوهای زنای زیبا داشت. خوشم میاد تابلوها رو نگاه کنم. واقعا زمان قدیم چقدر زیبایی معنا داشته و از زمانی که بی عقل افتادن روی مود و روی دنیا چقدر دنیا عوض شده و زیبایی جاشو از دست داده. اینجا اسمش روی هم اپرای پاریسه. بعد تمام جواهر فروشی ها تو اون میدونه که بهش میگم پلاس واندوم. حالا کارتیه و نمیدونم همه اینا اونجاست. این خودش کارتیه است. جواهر ها ببینیم با هر قشنگ بی نظیره با سلیقه فرانسوی. اینا رو زیاد دوست ندارم ولی با وجود این باید قبول کنم که قشنگه. این قشنگه. این قشنگه با یه لباس آبی در وین با آهنگ دانوب آبی والس برقصیم. البته من بلد نیستم. این ستونی که میبینیم بهش میگن کلون واندوم، یعنی ستون واندوم. اینو ناپولئون درست کرده و تمام جنگاشو به صورت حکاکی دورش همطور کشیده تا بره بالا. این بولگاریه. بعد نیست جوالش دوست دارم. ساعت با منزه است ولی چه میدونم گرم گرم نیست. قشنگه. بریم میگن دست واندوم. این در واقع تو مونوپولی گرونترین خیابون پاریسه. لیدی دایانا هم آخرین شبی که تو پاریس گذرون تو این هتل بود. از اینجا رفت و زیر پل مرد. اینم یه ریجه ماشین های دوشبوه. این پدر بزرگ ژیان ایرانه. شما هایی نمیخواستیم این ماره بعد از جنگ جهانی دومه. اینجا جواهر فروشی وان کلیفه. نمیدونم کجاییه بهتون بگم. از سک پیشه من خوشم نمیاد ولی خب پولیشم راشو بخوایی ندارم. حالا حرف زیادی هم میزنم که خوشم میاد خوشم نمیاد. گربه دستش به گوش نمیرسه میگه بو میده. اینم بوتیک شانل.
ساعت های زمان قدیم بند نبود ولی الان دیگه خوشگل نیست. ولی این شوکراش خوبه، این گردمنده های مرواریدش خیلی قشنگ و سکسیه. این ساعت قدیمی هاشه، این مدل قدیمی هاست. اینا قشنگ بود قبل از اینکه این آقاه بشه مدیر شانل. شانل خوشگل بود و زیبا بود و زنانه، ولی از وقتی این آلمانی شده مدیرش اصلا یه چیز دیگه شد. هم دیگه گفتم ستون واندومه و جنگ های ناپلئونی توش حکومت شده. زیرش اینم جعبه فروشی شومس، اسمش معروفه. اینم یه الماس زرده، بهش میگن قناری. نه که من بدونم، شنیدم تو فیلم ها، فیلم های جیمز بوند. این گوشواره ها قشنگ برای مثلا تولد مادرزنی چیزی به درد. این ساعت فروشی مورد علاقه من، مورد علاقه معناش این نیست که من از اینجا ساعت میخرم، موضوع اینه که حسد به دل این ساعت فروشم. اسمش هست پاتریک فیلیپ، شاید اولین ساعت سازی دنیا باشه. یعنی اصلا شاید ساعت رو این مارک اختراع کرده. ساعتاش حدود مثلا از 60-70 هزار یورو به بالاست، ولی چیز مکانیکی یا برقی نیستش. این هم زن رو باشه. این مثلا 155 هزار. این هم 37 هزار. لوی ویتون اغلب اول یه چمدون ساز بود، حالا از چمدون سازی رفته به جواهر فروشی. آدم به کی بگه؟ برای اینکه مشتری داره ها، یعنی مردم فکر نمیکنن که یه چمدون ساز چرا باید جواهر درست کنه. همین اسمش که لوی ویتونه، قضیه ماشین شاسی بلند و رولکس و BMW است. دیگه مثلا انگار مثلا شیلوی مثلا این سوار کرده. خلاصه من هیچ وقت نمیدم اینو بخرم، برای اینکه حس میکنم که سرم کلا رفته یا منو به عنوان خر حساب کردم. این همون لوی ویتونه، این دکوراسیون کریسمسیشه. ببینید وقتی یه کسی که قبلا کاگل میزده حالا برای ما شده جواهر فروش، از این بیشتر هم نزاش نمیشه انتظار داشت. یعنی مردم رو خر حساب کرده، یعنی کیف گذاشته تو دکوراسیون. آدم به کی بگه؟ واقعا آدم باید یه خود ایسیش بشه بیاد از این آدم جواهر بخواه. حتی اون کیفش هم به قیمت که میفروشه به درد خودش میخواه. واقعا مردم عجیب هم. من باشم هیچ وقت از این چیز نمی. اینجا خیابون قیبالیه اقل موزه لو. این هم مجسمه جاندار که من خیلی از دوستام از مرسه جاندار کردم و دوستشون هم دارم. البته اونایی که
آدم به خوبی هستن. جاندار کم که میدونیم این کسی بودی که خواسته فرانسه رو از دست انگلیس ها نجات بده. امروز هم آقای ترامپ اومده. این زنجیر هم که میبینین همه جا قفل زدن، یعنی ما عاشقیم و قفلیم تا ابد با هم. 6 ماه که میگذره، 1 سال که میگذره، شروع میکنن دعوا کردن، بعد از چند سال هم جدا میشن. من نمیدونم چه نمیشه که بشرها فرق بین هوس و عشق رو تشخیص بدن. هوس یه کاره، عشق یه کاره. اتفاقا بهتون بگم تو ایران مردم اغلب معنای کلمات رو نمیدونن. مثلا به یکی میگه که آخه میگه چرا با این ازدواج کردی؟ میگه آخه درکم میکرد. میگم از کجا فهمیدی درکت میکرد؟ میگه هرچی که بهش میگفتم میگفت حق با توست. گفتم خب این میخواسته خرد کنه، درکت نمیکرده.